علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوستن. آقای صدرزاده، حمله اسرائیل به رفح موجب نگرانی جهانی شده، تا جایی که مصر هم هشدار داده امکان لغو معاهده صلح مصر و اسرائیل وجود داره. چقدر این هشدار جدیه؟ هشدار بسیار جدیه و بستگی به این داره که واقعا نتانیاهو با اون چیزی که گفته، یعنی با کل نیروی زمینی و تانکاش وارد غزه خواهد شد. اگر چنین کاری رو بکنه، خیلی از متحدین خودش رو در سراسر جهان لااقل برای مدتی علیه خودش خواهد داشت. آلمان، آمریکا و حتی کشورهایی که تمایله به ارتباط دارن باش، عربستان سعودی که همطور که شما گفتین حتی خواستار نشست شورای امنیت سازمان ملل شده و مصر که تهدید کرده من معاهده امنیتی رو با شما به هم میزنن. اینم که احتمال هم داره که به خاطر این تهدیدها، چون به هر حال در فضای به اصطلاح خالی هم و خلا هم نتانیاهو نمیتونه عمل کنه، باید به این افکار توجه بکنه، به خاطر اینکه بعضی ها میگن اصلا یک فاجعه انسانی در راه هست اگر این کار رو، ولی هم کاری هم نمیتونه نکنه، برای اینکه همطور که خودش گفته اگه کاری نکنه در حقیقت به معنای این است که شکست رو در برابر حماس پذیرفته، گروگانها آزاد نشدن. کاری انجام خواهد داد، ولی ما ابعاد این کار رو، یعنی ابعاد حمله به نوار غزه رو هنوز نمیدونیم. یعنی ممکن است که عملیات نیروهای ویژه اسرائیل باشه به جای به اصطلاح حمله وسیع نیروی زمینی، برای اینکه بتونه یحیی سنبار رو پیدا بکنه و بتونه گروگان ها رو آزاد بکنه. البته یه مسئله رو هم اعلام کرده، گفته که ما وارد خواهیم شد و اگرم دنیا نگران وضع غیر نظامیان هست، ما آمدیم یک کوریدوری، یک نواری ایجاد کردیم، نوار مطمئنی ایجاد کردیم، اینایی که ساکن این 1 میلیون خورده ای که هستن برای برن به منطقه امن در شمال رفح، همه جا پاکسازی شده، اینا میتونن به اونجا. ولی اینی که اینا از اونجا رو میخواد ببره، در حقیقت یک مسئله امنیتی بزرگی داره برای خودش و مصر به وجود میاره، چون فرمانده مثلا رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل از نتانیاهو پرسیده تو بالاخره باید بگی با این کاری که میخوای انجام بدی بر سر نوار فیلادلفیا، یعنی اونجایی که این آوارگان رو میخواد بفرسته، عربا میگن صلاح الدین، و یک خط 14 کیلومتری در مرز مصر و نوار غزه است، با این چه کار کنیم؟ ظاهرا برنامه این است که تمام جمعیت رفح رو در امتداد مرز اسرائیل تجمع بده، به همین مرز مصر هم تجمع بده، به همین تام مصر نگران شده. الان خبر رسیده که در حدود بیش از 40 تانک مصری پشت نوار غزه واستادن که برای اینکه نوار رو، این اسلام مبانی مرزی رو نگه دارن اونجا باشن. اینی که ما باید منتظر روزهای آینده باشیم، ولی همونطور که خبرنگارتون گفت خیلی هم وقت وجود نداره، یعنی تا پایان ماه رمضان میخواد کار رو انجام بده. خیلی کوتاه آقای صدرزاده، خودتون هم اشاره کردید نتانیاهو گفته عدم حمله اسرائیل به رفح به معنای شکست اسرائیل در جنگ، آیا واقعا چنین؟ اگر خیلی کوتاه بفرمایید. بله، شکست خواهد بود، چون نه حماس رو خلع سلاح کرده یا خلع قدرت کرده، حماس وجود داشته و نه گروگان ها را آزاد کرده و آینده این غزه هم نامعلومه، بنابراین به اهداف جنگیش نرسیده. بسیار متشکرم از توضیحاتتون. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت.